1142 اولین سالی بود که ایران شروع کرد به خرید وسایل با بودجه خودش، یعنی کمک‌های نظامی به تدریج قطع شد. F-84 کمک نظامی بود، F-86 بعدش دادن کمک نظامی بود، F-5 که هواپای موافق صوت بود رفتیم تو مرحله، اولین هواپای بود که نیروهای پول داد، این دولت ایران پول داد، یعنی هواپای F-5 شروع شد. Or, as the Shah himself is fond of saying, Iran intends to become not a power in its own right, but a powerful force for stability and prosperity in the whole area of its influence. تشریفات خرید جنگ افزار در ارتش ایران یه سری بود به کلی با کشورهای دیگه متفاوت بود. در کشورهای دیگه بودجه رو بر مبنای تقدم‌ها، مأموریت‌ها و نیازمندی‌ها تعیین می‌کردن و وزیر جنگ مسئول اون کار بود و در هم در دریافت، یعنی با کسب موافقت مجلس و حتی خزینش باید جوابگوی مجلس بود. بودجه ارتش ایران بر مبنای به اون سیستمی که کشورهای دیگه بودجه رو تعیین می‌کردن نبود، نه تقدم ها معلوم بود، نه بر مبنای نیازمندی ها بود. این بودجه رو در کشورهای خارج وزیر دفاع وقتی بودجه رو تهیه میکنه میده به مجلس، هم در دفاع از اون مسئولیت داره و هم از این همین که هزینه‌ش هم مسئوله که اگر اشتباه هزینه‌شه باید به مجلس جواب بده. در ایران اینطور نبود. ارتش و طوفانیان تعیین کرده بودن مسئول خرید جنگ افزارها در ارتش ایران و این بزرگترین اشکالی که داشتیم این بود که این موقعی که میخواست جنگ افزار خریداری کنه یا حتی بررسی بکنه با نیروها به هیچ عنوان صحبتی نمیکرد و مستقیما با شاعر مملکت مسئله رو میگفت. شاعر مملکت هم دستور خرید میداد و موقعی که همه کار انجام شده نیروها رو در جریان قرار دادن و بعضی مواقع اصلا امکان نبود، نداشت، ما جذب خواست نمیتونستیم قابلیت جذب بشه نداشتیم، ولی محاضر می آمد با مجبور دیم این برنامه بکنیم باش. سوال این بود که چطور شد طوفانیان به این منظور انتخاب کردن؟ کسی نمیدونست چرا، ولی همیشه جواب این بود که این با امریکایی ها میتونه خوب صحبت کنه. این مبنای چیز انتخاب طوفانیان بود. این موقعی که میرفت صحبت میکرد زیاد چونه نمیزد، اهل چونه نبودش، هر چی اونا میگفتن میگفت و قبول میکرد. خب امریکایی هم دوست داشتن این سیستم رو. اولین وسیله که مورد اعتراض نیروهای غربی گرفته بود خرید هواپای فورتی بود. در موقعی که پادشاه ایران تصمیم گرفت که برای پشتوانه هواپای F4 یک هواپای جدیدی خریداری شه، از ارتش بود خاتمی خواست که روی هواپای F-14 و F-15 یه مطالعه بکنن و بعد نتیجه شده دید. این موقع مصادف بود با موقعی که خاتمی دعوت کرده بودش چیرمن چیف آف استاف امریکا به امریکا و برحال خاتمی خواست که تو این برنامه رو بگنجونن تو اونجا که برای ما بریف. من تو این مسافرت همراه پاوندیلو رفتم، اون موقع معاون عملیاتی شدم. رفتیم در نیویورک شرق امریکا یه بریفینگ کارخونه داد و بعدم رفتیم توی سان دیگو ایالت کالیفرنیا هواپای مرمار اونجا پریدیم، در بیس نیوی بود. هواپای F-14 هم رفتیم در ادواردز ایرفورس بس که یه پایگاه آزمایشیه در مهاوی دیزارت امریکا، رفتیم اونجا اون هواپای رو پریدیم و بعدم که این هواپای رو پریدیم مقایسه با F-4 داشت میکردن برای ما کردن تو این پرواز، یه F-4 رو یه F-5 گذاشتن پله هم هر دو پرواز کردیم. بعد برتری هواپای F-15 رو به ما نشون دادن که حتی به F-4 که ما آشنا بودی باش چی هستش. موقعی که کار بود تموم شد برگشتیم بیاین، من بعد رو خاطر میگفتم که من لندن قرار بود که داشته هم یک کاری داشتم بعد برگردم، گفتم بهش که من درفت تو هواپا، گفتم من این درفت رو تهیه کردم الان بدم به آژدان تو که بده به افسره من این برنامه یادداشت رو باشه. گفت ما که F-14 نمیتونیم بخریم، F-14 اصلا هواپا که نیست ما استفاده کنیم. گفتم الان من نوشتم و اینا همه
کسانی که این خونده بودن اینا دیگه نمیتونستن این ردش بکنن. این هواپیما اولین چیزی که گفتم این هواپیماش که فقط برای دفاع هواییه، در صورت که اون هواپیما هواپیماش که دول میشن انجام ده، هم دفاع هواییه هم بابر چیزه. دو، قیمت اون هواپیما 36 میلیون دلاره، قیمت این هواپیما 9 میلیون دلاره. مال افتی. سومین آیتم این بود که ما پرسنل خارجی نمیخوایم برای راه‌اندازی هواپیما، چون خیلی وسایل شبیه افور که ما داریم، در صورت که اون هواپیما رو باید 300 تا خارجی بیاریم. و اون 300 تا خارجی هم که بیاریم، مسئله‌مون این بود که اینا برای ما در هیچ مورد متخصصین خارجی که میورد استخدام میکردیم برای عملیات پرواز نمیدادن، برای آموزش میدادن. یعنی مثلا ما تواده که نشده بود نمیترسیم در یه عملیات هواپیما پرواز بدیم. این یکی از دیستاد انتجه شد. تست اکویپمنت ما احتیاج نداریم، همه تست اکویپمنت فرمال اینه، این میلیون ها دلار ها کدام اینا هم همه رو داریم، جاهاش هم داریم، همه کاریم. اگر ما افورتینه بخریم 30% چیز رزمیمون، قابلیت رزمیمون میاد پایین، برای اینکه باید این تعداد خلبالای با تجربه را توی فور بکشیم میرون بذاریم توی افیون. اگر اون هواپیما بخریم 120% قابلیت رزمیمون رو بالا، یعنی ما به ازای 70 هواپیمایی که خریدیم میتونیم 280 هواپیمای F-15 بخریم. همینه که اسرائیل هم خریده بود. اسرائیل هم اولین هواپیما بعد از افور F-15 خرید. اینا رفت و ما گزارششون رو داده بودیم و گفتن که عرض علازتش به ما جوابی ندادن. خاطرم در این موقع مسافرت بود. این نامه‌ای که ما ستاد بزرگ داشتیم به ترتیب طوفانیان خونده بود و در غیاب خاطرم که تهران نبود یه تیمی رو آورد به تهران، تیم گرومنا. تیم گرومنا که آمد تهران رفتن در کاخ عرضت بریف کردن. طوفانیان تشخیص داده بود اون چیزی که ما بریف کردیم به درد نمیخوره، اون که ایش اومیره بریفه. تعداد سناتور هم با این تیم آمده بود. اینا رفتن اونجا و بسله که امواج شده بود به هر حال اینه که این گرومن فقط دوتا کشور داره، یک کشور داره خودمونیم نیوی هستیم و این گرومن داره ورشکست میشه. و اگر ما تنها کشوری که بهش میتونیم بفرسیم بشیم شما هی. بنابراین اگر شما بخرید ما میتونیم این گرومن از ورشکستگی نجات بدیم. هیچ کس از نیروی هوایی تو اون جلسه نبود، هیچ کس. بعد مستشاره رو دعوت کرده بودن و طوفانیان بود و بعد با حاصل اون بریفینگی بود که علازه تصویر افورتی رو بخره. موقعی که افورتی قرار شد بخره، خاطب برگشت از مسافرت و خب یک بلافاصله تو روزنامه با نکس شد و همون پرسید که این جریان این جلسه چی گذشت؟ بوده همه کسی دعوت کرد؟ گفتم یک افسر نیروی هوایی تو نبود، فقط طوفانیان بود، یه مش مستشارو خدا علاست. The Shah of Iran asked President Nixon for assistance in intercepting the high-speed intruders. Nixon told the Shah he could order either the F-14 Tomcat from the U.S. Navy or the F-15 Eagle from the Air Force. The F-15 was appealing to the Shah because it was an Air Force aircraft and there were a substantial Air Force presence in Iran. The Shah asked to make his decision from a fly-off or air show between the two. Nixon agreed. The fly-off would take place on a warm August day in 1973. The F-15 flew first. Then the Tomcat took to the air with Dennis Romano as co-pilot. The Shah chose the Tomcat. In January of 1976, the Navy delivered 79 F-14s to Iran. بهش کدام آخه موضوع از دست دادن قابلیت رزمی کردن رو علازت کرد. گفت مگه ننوشتی؟
میدونه اینا رو گوشه تصویر گذاره خواهد. اولا که این هواپیما برای نیروی دریایی امریکا ساخته شده، نه بوم مینداخت، نه موشک مینداخت زمین، هوا به زمین ها، نه با سرسل داشت برای هوا به زمین. اصلا برای حفاظت نواها موبر ساخته شده بود، یعنی یه راداری داشت که این رادار تا 650 ناتیکال مایل هر شیعی رو میگرفت. اون وقت کمپیوترش خودش پروسس میکرد با اطلاعی که از سرعت هواپیما داشت و مسافت، حساب میکرد کدوم یکی زودتر به این ناو میرسه. اون اگه تقدم یک میداد، خلبان یه موشک مثلا فینیکس رو این پروگرام میکرد. بعد میرفت دوباره کمپیوتر دوباره پیارتی دوره در میابرد، شیشتا هواپیما میتونست خلبان پروگرام بکنه، شیشتا. One of the six missiles failed to hit its target. Five directly smashed right into them. و بعد این هواپیمایی که داره میاد، اگر تا 50 مایلی این اطلاعات راجع به این پرواز به این مرکز رسیده بود، اون موشک اتوماتیک کنسل میشد. تقدم اول. اگه نمیشد این موشک روانه نمیشد و نمیزد. حالا اگه ما بخواستیم استفاده کنیم هواپیمای F-14 رو، یعنی فول آپریشن بکنه با استفاده کنیم، چند کار ما باید میکردیم که اصلا هزینه‌اش سرسام آور بود. اول اینکه ما باید میامدیم اینجا تمام سیستم، تمام مملکتمون سیستم رادار میذاشتیم که بتونیم تمام اطلاعات پروازی رو بدیم به مرکز عملیات دفاع هوایی. و بعد چون اینا مال نیوی بود، سیستم کامیونیکیشنش اینا با هم اختلاف داشت، ما باید یا هواپیمای دیگه مونو با رادارهای دیگه مونو مودیفاید میکردیم با زبون نیوی یکیش میکردیم، یا اینکه نیوی رو باید خرج میکردیم. یعنی نه هواپیما رو، سیستم تاکتیکال دیتا سیستمش رو اینه باید تغییر میدادیم، میدادیم مثل ایرفورس میکردیم که بتونیم این دوتا رو با هم دیگه استفاده کنیم. این هم یه هزینه بود که اصلا نمیشد، و اصلا اگرم هزینش خیلی زیاد بود و اگرم قرار بود بشه مینیمم 10 سال وقت داشت. اینا تمام دیس ادوانتج این هواپیما بود نسبت به اومدن این هواپیما رو خریدن. 300 تام چیز آوردن بسش، من به صورت متخصص از کمپانی گرومن و تهران اینا رو بردن اصفهان. اینجا پایگاه خاتمی اصفهان است. سلام بر تماشاگران ارجمند تلویزیون ملی ایران. شاهنشاه هاریامه، بزرگ ارتشداران از هلیکوپتر پیاده می شوند. بالا حضرت همایون به رعایت عهد مورد انتخاب قرار می دهند. افسران رو حاضر از سمت راست هواپیماهای F-14 خام کرد. شکاری فوق مدر تأمین کننده برتری هوایی با حد اکثر سرعت 2.4 سرعت صوت با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهانی می‌باشند. هواپیماهای F-14 70 تا خریدیم. 70 تا خریدیم. البته یه دونش اونجا گذاشتیمش در امریکا، نیاوردیمش برای اینکه پرسنلی که می‌فرستن رو این آموزش بدن. اونا نمیدادن، اینو گذاشته اونجا داده که بعدم نتونستیم بگیریمش. ولی
مقایسه قیمت ها خیلی جالب بود. 70 هواپیما رو ما خریدیم که نمیتونیم استفاده کنیم، این ور میتونیم 280 هواپیما بخریم، آسان‌تر نگهداری کنیم، خودمون نگهداری کنیم، متخصص خارجی نباشه. بعد قدرتمون هم چقدر میره بالا. سازنده هواپیمای F-15 اعتراض بکنن چون اونا یه نفوذی داشتن دیگه. من این اصلا این یه سرصدای اونجا بلند کرد توی امریکا، موقعی که بکتالت 100% میدونست ما دنبال F-15 هستیم. اصلا هیچ دلیلی نداره، اگر هر کاری غرضی میکردیم غلط بود. مکدونالد اینقدر مطمئن بود که اصلا همزد. بعد که متوجه شد این کار شده، رفت شکایت کرد، به صلاح امریکا شکایت کردن که آقا اینا دارن با دادن پول و رشوه این قرارداد رو دارن از ما میگیرن. به ما شکایت نکرده، کمپانی گرومن گرفت. مسئله کشید به سنای امریکا. سنای امریکا که کشید، گرومن، پرزیدنت گرومن بعد از اینکه سوگند خورد به امبال به دست بودنش بالا، گفت من یک تعهد کتبی به طوفانیان دادم که 28 میلیون دلار بدم اگه این معامله سر بگیرم. بعد هم این تو روزنامه نوشته شد، نیویورک تایمز نوشت، همه نوشت. بعد هم طوفانیان شروع کرد حمله کردن که من نمیذارم اینجور بشه، من یعنی برم میدارم چرا من رو متهم میکنن. و شروع کرد چیز کردن، دست پیشه گرفتن. خب معلوم بود دیگه، گرفته بود.